نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما گزارش از تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال روان میلادی را به نشر رسانده است. در این گزارش گفته شده است که تلفات غیر نظامیان به بالاترین حد آن رسیده است. بر اساس این گزارش در نتیجه جنگ های مسلحانه در 6 ماه نخست سال روان میلادی به 5183 غیر نظامی تلفات وارد شده که 1659 تن جان باخته و 3254 تن دیگر زخمی شدند که از زمان ثبت تلفات غیر نظامیان در یونما این نخستین بار است که تلفات را به بالاترین حد نشان می دهد که میزان تلفات در این سال نسبت به سال پار میلادی 47% افزایش یافته است. یونما همچنان از تلفات زنان و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که در این 6 ماه 468 کودک جان باخته و 1214 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنان در این نبردها 219 زن جان باخته و 508 آنان زخمی شدند که به این اساس تلفات زنان و کودکان نزدیک به نیم کل تلفات را تشکیل می دهد. فرستاده سازمان ملل برای افغانستان التماسگونه از طرفهای درگیر می خواهد که به زندگی غیر نظامیان توجه کنند. اگر جلو این خشونت ها گرفته نشود، شمار بی سابقه از غیر نظامیان در سال جاری کشته و معلول خواهد شد. بر بنیاد گزارش یونما، عناصر مخالف دولت مسئول 64% مجموع تلفات غیر نظامیان در کشورند، 39% توسط طالبان، نزدیک به 9% توسط داعش، 16% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت، 23% توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، 2% از سوی گروه‌های مسلح طرفدار دولت یا نیروهای نامشخص طرفدار دولت و 11% کل تلفات غیر نظامیان به درگیری‌های متقابل هنگام درگیری‌های زمینی و سایر رویدادها صورت گرفته است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته است که در این 6 ماه 20 حمله را بر ضد اقلیت‌های مذهبی به ویژه مردم هزاره به ثبت رساندند که در آن به 500 غیر نظامی تلفات وارد شده است. درگیری‌های زمینی عامل 33% تلفات غیر نظامیان، قتل‌های هدفمند از سوی عناصر مخالف 14%، حملات هوایی 8% و 7% دیگر سایر حملات می باشد. اما سخنگوی قوای مسلح کشور در واکنش به این گفته ها می گوید که عامل اصلی تلفات بر غیر نظامیان طالبانند و نیروهای افغان تمامی تلاش هایشان را به خرج می دهند تا باعث تلفات غیر نظامیان نشوند. افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفات او مسولیت نه منی نه اخلي او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پوری تر سره شوی دی. گروه طالبان نیز با نشر خبرنامه گزارش یونما را یک جانبه خوانده و تاکید کرده است که افراد آنان باعث تلفات غیر نظامیان نشده بل قوای افغان باعث وارد شدن تلفات به غیر نظامیان شده است.